پیکر مرحوم آیت الله العظمی سید تقی طباطبایی قمی صبح جمعه در شهر مقدس نجف تشییع و به خاک سپرده شد. پیکر معظم الله که در روز پنجشنبه در شهر مقدس کربلا نیز تشییع شده بود، به شهر مقدس نجف منتقل گردید و پس از تشییع در حرم مطهر علوی به خاک سپرده شد. علما، فضلا، نمایندگان مراجع عظام تقلید و عموم مؤمنین در مراسم خاک سپاری این مرجع بزرگوار تقلید شرکت کردند. در پی انتشار خبر رحلت ایشان، حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی درس خارج خود در روز شنبه 27 ماه محرم الحرام را تعطیل اعلام کردند و حوزه های علمیه در شهر مقدس قم و شهر مقدس نجف نیز تعطیل شدند. آیت الله العظمی طباطبایی قمی که چندین سال از محضر اساتیدی بزرگ همچون مرحوم سید محمد هادی میلانی، سید عبدالهادی شیرازی، حسین هلی، محمد کاظم شیرازی، محمد علی کاظمینی بروجردی و سید ابوالقاسم خویی بهره برده بود، پس از بازگشت به ایران سالها در شهر مقدس قم به تدریس فقه و اصول پرداخت. ایشان پس از عمری ابراز ارادت به ساحت مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام و دفاع از اقامه شاعر، سرانجام صبح روز پنجشنبه و پس از زیارت عتبات عالیه در شهر مقدس کربلا جان به جان آفرین تسلیم کرد. نزدیک به 30 سال در خدمتشون بودم. جهات مختلفی در او و ویژگی های خاصی در او دیدم. اول در جهات علمی که دقت زیادی داشت و احاطه ای را که داشت بر روایات و اقوال، و از اون طرف مثل یک پدر بود برای ما که واقعا ما حس یتیمی میکنیم بعد از ارتحال این بزرگوار. واقعا می شود گفت نمونه هست در جهات اخلاقی و شاگرد پروری ایشون که بسیار اهمیت دارد در عالم تدریس. خدا به حرمت زهرای مرضیه، همونطوری را که خودش دلش می خواست به اجداد طاهرینش با آقا سید الشهدا محشورش بفرماید. نعزي مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وكافة مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية وكافة المؤمنين وكافة المسلمين بهذه الفاجعة بفقد المرجع الكبير آية الله العظمى السيد تقي القمي الطباطبائي العالم المجاهد العامل الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذائب في حب الحسين عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى له علو الدرجات ولأهله الصبر والسلوان.